بر شاکله خودش. شاکله مثلا میگن شاکله حروف، مثلا نون رو یه جوری می‌نویسن دیگه، اولش یه اطواری داره، مثلا یه تیکه دو نقطه است، بعد یه تیکه دور میزنه میاد بالا، بعد یواش یواش کمی بر میگرده. همین یه دونه نون صد تا اطوار داره، از داره خطات میدونه که این کجاهاش هست که بایستی که یک اطوار درستی داده بشه. اون وقت اینو میگن شاکله، میگن آقا شما اول باید شاکله حروف رو یاد بگیرید. خداوند ما حروف هستیم، خداوند نوشته، نقش کردی، هر شود که چند حرفی نقش کردی از رقوم، عقلها در عشق آن شد همچون موم. خداوند یه دونه نون می‌نویسه که مبهوت بشی، اصلا هوش از سرت بپره، عاشق این بشی، عاشق اون بشی. مگه اینا که می‌بینن عاشق میشن؟ یه دونه نون گذاشته اینجا، یه دونه ابرام گذاشته، یه دونه سادم گذاشته، ساده چشم، ساده چشم و جیم گوش و نون ابرو، جیم گوش برنوشتی فتنه صد عقل و هوش. بنابراین اون خیلی هم خوبه که ما شاکله رو هر کسی بر اساس خودش داشته باشه، ولی در مجموع یک هارمونی و تناسبی بین اینها ایجاد میشه. یه نمایشنامه هست از بن جانسون به نام Everyone in his humor، هر کسی به ذوق خودش، هیومر یعنی مزاج، هر کسی بر حسب مزاج خودش، بر حسب ذوق خودش. البته یه نمایشنامه بعدن نوشت که نشون بده که اگر Everyone out of his humor، هر کسی بر خلاف هیومرش شروع بکنه کار بکنه، این چه خبر میشه اون وقت؟ دنیا چه خبر میشه؟ شکسپیر هم پیشگویی کرده، اینو من چند بار گفتم، که اگر این سازو از کوک انداختی و هر کسی از هیومر خودش خارج شد، از معیارهای انسانی خارج شد، تمام عالم با هم دشمن میشن، رقیب میشن و بعد قدرت طلب میشن، قدرت طلب بعد ارادهش میخواد تحمیل بکنه، میشه اراده، اراده حامل شهواته، شهوات، شهوت هم گرگ، شهوت یه گرگی است که میخواد همه رو بخوره، بعدن هم گرگا میفتن به جون همدیگه خودشون میخورن. پایان عالم خیلی هولناک میشه اگر همه خودخواه بشن، اگر ستیزه قلاووز بشه، پایان عالم تراژدیه. اما بسم الله الرحمن الرحیم که این بسم الله جان کلام و سخن ماست همیشه. مولانا یه شعری داره که گر رود دیده و عقل و خرد و جان، تو مرو که مرا دیدن تو خوشتر از ایشان، تو مرو. هست تومار دل من به درازی ابد، یه تومار هست. قدیم تومار چیزی بوده که خورد خورد باز میکنن، خورد خورد هم میبستن. نامه اگه بلند بالای نامه بلند بالای میخواستن بنویسن، روی تومار مینوشتن، از اون بالا وقتی اینو لوله میکردن، دوتا لوله، یواشاش باز میکنن، یواشاش میبستن و میخوندن اینو. حالا فرض کنید یه توماری که از اون بالا تا اون آخرش و تا ابد هم طول میکشه نوشته تو مرو، یعنی اینقدر من تو رو دوست دارم، تو مرو، تو مرو، تو مرو، همش تکرار کرده سیامشق تو مرو. حالا این عالم یه سیامشقیست که تمام آفرینش یه توماریست روش نوشته نام خدا، تمام عالم نام خداست. ما حالا میخوام بگی بسم الله احتفا بکنیم، هر چی نگاه کنی نوشته خداوند اسم خودش رو بر تمام صحیفه گیتی نقش کرده، بر هر ذره ای نقش کرده، به زیر پرده هر ذره پنهان جمال جانفزای روی جانان. در زیر هر ذره اگه بگردین یه جا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یه جا نوشته هوال جمی، یه جا نوشته هوال خیر، یه جا نوشته هوال رحمان. و بعدا هم نگاه میکنیم اینه اونجا که نوشته هوال رحمان، هوال جمیل هم هست، من تو رحمانشو میفهمی، جمیلشو نمیفهمی. اونجا که نوشته هوال جمیل، رحمان هم هست و رحمت هم هست، اونجا زیباییشو میفهمی، لطفشو نمیفهمی. که چقدر قشنگه. من در یک فیلم میدیدم که یک کسی جوانی پیش یک کسی آمده بود که میخواست ساز یاد بگیره و اونم یه خورده تلخی کرده بود و اونم جوونم یه خورده سرسختی کرده بود که من چیز نمی کنم، با این شرط ها قبول نمی کنم، باید این کار بکنه، اون کار بکنه اینا. دو سه روز بعد اون جوان آمد و گفتش که ببخشین خانم، یه خانومی هم بود اینا، گفت خانم ببخشین من عذر میخوام، من شرط چیز شما رو، من میخوام درس بخونم، من میخوام شما درس بخونم و شرایط شما رو قبول میکنم.
اینو گفت یه مرتبه چهره این دختر عوض شد. گیتار رو که حاضر نبود به گیتارش کسی دست بزنه، آورد داد گذاشت در دست این، گفتش که آره بزن، میذارم در اختیارت که بزنی. این تجلی رحمانیت خداونده، تجلی عشق و محبت خداست. در اون لحظه شما اگه خوب به چهرهش نگاه بکنیم، یعنی اون نیست دیگه، این همون پروردگار ماست که اینجا داره تجلی میکنه. بنابراین بسم الله رو همه جای عالم در نگاه آدم ها، در ماه، در خورشید، ماه و خورشید همین آینه میگردانند. دیدگاه رخ او جلوه من تنها نیست، دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانند. به ماه نگاه کن، به ستاره نگاه کن، به آسمان نگاه کن، به زمین نگاه کن، به پرنده نگاه کن، به هر چی نگاه بکنی اسم او رو نوشته. منتها بعضیا خیال میکنن اسم با لام و میم و نونه، وقت نگاه میکنن آقا اینجا کوه، یک گلی بود، میگفتن آقا اینجا مثلا بسم الله توشه، برای اینکه کمی شبیه سین بود و اینا، شبیه بسم کشیده، دنبال میمون لام میگردن، در فکر دنبال اون نگردن اصلا. خود همین گل این الف بس، منتها الفش لازم نیست شبیه الف شما نوشته بشه که، خود همین گل و خود اون ارچوت که بلبل و خود اون پرنده و خود اون آهو، این خودش کلمات اللهه. وقت اسم اون کلمات الله رو ما میذاریم آهو. آهو که جزء کلمات الله که نیست، درخت هم جزء کلمات الله نیست، دال و روخه جزء کلمات الله نیست. کلمات الله چیزایی هستن که در بیرون وجود دارن. رحمان که با روحه و میمونون نمیستن که، گفتون قرمه رو با چی میمیستن؟ با قاف یا با قین؟ قرمه رو با گوشت، گوشت درجه یک درست میکنن، اون قرمه رو با اون میمیستن. یه واقعیتی که شما فکر نکنید که رحمان رو با روحه و میمونون نمیستن، ذاکر رو مثلا یا مثلا ذکر میگن اینا رو فکر میکنن که با میمونون و با الف و به و ایناست. حرف و گفت و صوت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. من میخوام از طرف مستقیم با این درخت من تماس دارم. من اصلا نمیدونم اسمش درخته. شما برای اینکه از یه درختی لذت ببرین حتما باید اسمش رو بدونین که مثلا به چی میگن. حالا رفتین توی جنگلی در فرض کنید تانزانیا، بعد میخوان یه گلی رو لذت ببرین، ببخشید آقا اسم این گل چیه؟ نیازی دارین شما که این گل خودش داره حرف میزنه، خودش داره حرف میزنه، با شما صحبت میکنه. تابستان به قول شکسپیر میگه که اگر تابستان رو آراستند به انواع نعمتها، این تجلی نعمتهای توست، و اگر بهار رو آراستند به مجموعه زیباییها، این تجلی جمال توست. تابستان و بهار دو جلوه هستند از تو، اون یکی پاییزم تجلی اسم یا مبدل که تو تبدیل میکنی از این به اون، از اون به اون. پس از مبدل هستی اول نماند، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جوی و مبدل را پرست. اون مبدل رو باید بپرستی، هر چهار تا پس قشنگه. بنابراین بسم الله رو جزء زندگیمون ما قرار بدیم، نه اول حرف من یه چیزی میخوام راجع به یکی دیگه صحبت کنم، اسم خدا رو هم زمینه بکنم که بعد خدای نکرده یک اقراض دیگری در دل من باشه غیر حق، وقت اسم خدا رو هم ببرم، خیلی مایه آبروریزی میشه. اما امروز میخوام یه چند کلمه درباره این که اساس دین چیه. اساس دین اگر بخوایم خلاصه بکنیم، دیدین گاهی اوقات یه کسرا رو میدن به آدم، یه کسری رو میدن، مثلا نوشته آ به اضافه رادیکال 5 منهای 32 به اضافه آ 4 بخش بر نمیتونم رادیکال منهای 3 ضرب در فلان به توان فلان، بعد همش تو پرانتز به توان 2 بعد به اضافه فلان منهای فلان. اصلا آدم مبهوت میشه این چیکارش بکنم اینو. گفتم اینو کوچیکش بکن، کسر رو کوچیکش بکن، کوچیکش کن، کوچیکش کن. یه وقت در میاد مثلا x مساوی 2، آقا همه اینا یعنی همین x مساوی 2، اینا اطوار گوناگون همین این بوده و اینها میتونه خلاصه بشه. ما حالا اگر عالم رو مثلا خلاصه میکنن، میگن آقا اینا چیه، خورشید چیه، ماه چیه، زمین چیه، اینا میگن آقا اینا اتمه. مثلا مواد اولیه‌اش پیدا میکنن، آجرش، آجر اولیه‌اش مثلا اینجا دو تاش گذاشتن با 8 تا الکترون، اونجا هم یه دونه گذاشتن، اونجا فلان گذاشتن، اینجا چند تا دایره گذاشتن، اوربیتال ها رو درست کردن اینا، ولی بالاخره مواد اولیه‌اش یکیه، الکترون و نوترون و پروتون. یه خورده اگر بشر عمیق‌تر بره جلو ممکنه متوجه بشه که نه اینا هم نیست، چیز دیگه است.
بنابراین در عالم ماده ما میرسیم به یه چیزی که طول و عرض و ارتفاع داره. میگیم عالم جسم چیه؟ عالم جسمانی چیزیست که حالا نمیدونیم هم مثلا، ولی طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، یعنی میشه اندازه گرفت. فضا رو پر میکنه، جهت داره، امتداد داره. اصلا ماده یعنی چی؟ یعنی که کش اومده در فضا و در زمان. ماده هم در زمان کش اومده، هم در مکان کش اومده. و همچنین میگن ماده و مدت، البته گاهی، ولی خود ماده شامل مدت هم هست. حالا اگر که عالم جسمانی رو نخوایم خلاصه کنیم، کل عالم رو بخوایم خلاصه کنیم، چون روح هم هست، جسم هم هست، جن و پری و فرشته و بهشت و دوزخ و عوالم ارچوت که شهر جابلغا و جابلسا و خبرهایی دادن، گفتن در این عالم هزاران عالم هست، 18,000 عالم هست، عالم ذوق هست، عالم موسیقی هست، اینا رو همه رو خلاصه کنیم، همه رو خلاصه کنیم، میگیم یه کلمش کنیم میشه وجود. وجود دیگه نه امتداد داره، لزومی نداره امتداد داشته باشه، میتونه روح باشه، میتونه ماده باشه، میتونه روح باشه، میتونه جن باشه، میتونه فرشته باشه، وجود داره. وجود یعنی اونی که در عالم خارج از خودش اثری میذاره و اصالتی داره. و بنابراین ما میتونیم کل آفرینش رو در یک کلمه وجود خلاصه کنیم. و اون یک کلمه رو که من مکرر ازش صحبت کردم، اون کلمه وجود چراغ هدایت ماست برای همه اون چیزی که باید بعداً بفهمیم. اصلا ارسطو محور اصلی فلسفه رو وجود قرار داده. شناخت وجود مساوی است با شناخت همه عوالم هستی. و شما خودتون هم اگه بخواید بشناسین، اول باید به وجود فکر بکنید. اما در عالم دین، در عالم دین بگن آقا همه ادیان رو شما خلاصه کنین ببینیم که چی میشه. یک جلوه در عالم اندیشه داره، یه جلوه در عالم رفتار. در عالم اندیشه یعنی در سر شما چی میگذره، عالم رو چگونه میبینی؟ من عالم رو یک حقیقت ثابت لایزال ازلی ابدی میبینم، یکی بیشتر عالم نیست. اون یکی رو اگر بهش اعتقاد پیدا کردین و ایمان آوردین و ضمناً متوجه شدین که هرچی زیبایی هم هست مال اون یکیه، هرچی نعمت هم هست مال اون یکیه، هرچی برکت هم هست مال اون یکیه، حقیقت الحقائق یعنی اونی که مجموعه همه حقایق درش هست که همون وجود باشه، اونو بهش بگین خدا. این مخرج مشترک همه ادیانه که شما توحیدم این همین، که من یه دونه، نه که یه دونه خدا، اصلا یه دونه حقیقت بیشتر قائل نیستم، یه دونه حقیقت بیشتر قائل نیستم، اون یه دونه هم خداست، یک چیز هست اونم خداست، یکی بود و یکی نبود غیر از خدا و هیچ کس نبود. الان هم همینطوریه، هیچ کس نیست غیر از او. غیر مگو، غیر در این باغ جهان هیچ نیست. فظنوا سواها وهی فیها تجلتی و ما کان الا ان بدت به مظاهر. ابن فارس مصری در اون قصیده 700 بیتی که بلندترین قصیده ادبیات جهان هست گفته که داستان از این قرار خلاصه، و ما کان الا ان بدت به مظاهر، جز این نبود که اون یکی، اون یگانه که از نگاه کردنش آدم شراب میخوره، از دیدنش زیبایی یاد میگیره، از حرف زدنش روحش تازه میشه، و اونه که تابستان و زمستان و فصل و پاییز و درک و فهم و شعور و آگاهی همه اینا رو به ما داده که من میتونم بفهمم. این موجود متجلی شد به مظاهر گوناگون. وقت مردم تو شک افتاد، یکی این مظهر رو دید، یکی اون مظهر رو دید، یکی این مظهر رو دید. و ما کان الا ان بدت به مظاهر فظنوا سواها، گفتن بله پس دو یه چیز هست، یکی خداست، یکی ما سوا الله. ما سوا الله چی آقا؟ ما سوا الله هر چیزی که غیر از خداست. اینا رو همون است که مولانا میگه اینا احولن، که دو تا چیز میبینن، چشمش چپه، یه دونه ما سوا الله، یه دونه الله میبینه، یه دونه ما سوا الله. ما سوا الله کو آقا جان؟ ما سوا الله کجاست؟ از کجا آوردین ما سوا الله رو؟ و ما کان، همون یه دونه الله بود که متجلی شد. الله ذات مستجمع جمعی کمالات، همون اون بود که متجلی شد و آمد لب بوم قالیچه تکون داد، همون اون بود که خودش نشون داد در عوالم گوناگون و هزاران هزار عالم پدید آمد از
لبخند او، از شادی او، از شعفی که از ذات خودش داشت، تمام عوالم گوناگون ایجاد شدن. و ما کان الا ان بدت به مظاهر فظنوا سواها، گمان بردند که این غیر از اونه. وحی فیها تجلتی، در حالی که اونم زن تلقی کرده اون حقیقت مطلق رو. یعنی در ادبیات جهان اون یگانه رو از این حیث که معشوق جهانه، آینه معشوق جهان است الهی، پیدایش آن سر نهان است الهی، آینه معشوق بشه آدم، اون معشوق رو به صورت زن متجلی میکنن، هیبش میگن. حالا اگه بگین پس خداوند چرا همش هوه میگه اینا، برای اینکه اونجا ارتباطش با شما ارتباط پروردگاری رب شماست. اما اگر معشوق شما شد، اون وقت معشوق میشه، به اون صورت تجلی میکنه در ادبیات، در زبان که میاد، وگرنه اون بیرون از این حرف هست. در عالم اندیشه یه حقیقتی هست که ما او رو سرچشمه و مبدع پیدایش کل کائنات میدونیم. اگه اینو میدونی و اون دیزاینر کل عالم اونه، دیگه ایمان داری به خدا. لزوم نداره اسمش چی باشه، اسمشو بذار الله، اسمشو بذار هر چی که خواستی، اسم مهم نیست. اسم کم جور رو، مسما رو بجو. خیلی هم حسن اسم الله رو میبرن، الله که به معنی اون خدا یگانه نیست، مثلا میگه یا الله، یعنی برین مثلا اگه که نامحرم نباشه. اون یکی میگه یا الله یعنی یه چیزی بدین به ما، گداست. آن گدا گوید خدا از بحر نان. مگه الله مثلا میگه یا الله زود باش. الله دلالت میکنه بر چی؟ الله رو بستگی داره که سر شما چی بگذره. کلمه الله خیلی چیزا میتونه دلالت بکنه. کلمه مهم نیست. یه وقت آدم عصبانی میگه لا اله الا الله، این دلیل توحید میشه. مهم اینه که در دل شما چه میگذره. اگر در دلتون اونی میگذره که دیزاینر کل هست، حقیقت الحقایق هست، که وجود مطلق، که ازلیه، که ابدیه، که دیگه نمیتونی بپرسی که از کجا اومده، یعنی چی از وجود از کجا اومده. نمیتونی بگی مثلا فرض کنید تا کی میمونه وجود، تا کی میمونه، هیچی نمیتونی دربارش بگی. مبدع اوست، منتها اوست، الیه المنتها. کجا داری میری؟ دارم پیش خدا. از کجا داری میای؟ از پیش خدا. مثلا یعنی چیزی نیست. یعنی تو راجب کی داری حرف میزنی؟ راجب خدا. عاشق کی هستی؟ عاشق خدا. منتها خب خدا پس این چیه اینجا؟ اینم تجلیه اونه. من چون فهمیدم اینا، من عاشق اینم هستم، عاشق اون آسمونم هستم، عاشق اون زمینم هستم، عاشق اون موسیقیم هستم، عاشق لطف و محبت و دوستیم هستم، عاشق جوانمردی و پاکی و درستیم هستم. گفته بود اون معشوق، اون عاشق به معشوقش که داشت میرفت یه کاری برای یه کار مهمی که جوانمردی و مروت و انسانیت او در گرو اون بود، گفت ای معشوق اگر میبینی من تو رو دارم ترک میکنم، میرم اونجا برای اینکه شایسته ای عاشقی تو باشم. اگه من مروت نداشته باشم، اگه مردانگی نداشته باشم، اگه نتونم برم در اون میدان حق اون کسی که نیازمند کمک هست بهش کمک بکنم، الان داره فریاد، من باید تو رو رها بکنم. اگه نکنم تو منو رها میکنی. من باید که تو رو رها بکنم برم پیش اون، برای اینکه شرط این که من عاشق تو باشم اینکه خوب باشم. داماد خوبان میشوی ای خوب شهرآرای ما. بسم الله امشب از نوی، مولانا میگه هر شب عروسی بکنی، یه شب در طول عمر میخوان یه شب عروسی بکنن. گفتش که بله مدامش ماتم و یکتم عروسیست. اون آدمی که یه بار میخواد عروسی بکنه، بله برای بقیهش ماتم باید بکشه، باید کنجیگر بخوره. ولی اون کسی که هر شب عروسی میکنه و هر لحظه عروسی میکنه و عارفان هر دمی دعید کنن، بسم الله، بفرمایید بسم الله، باید به معنی چه چیز دیگه است اینجا نیا کنیم، میگم بسم الله بسم الله. یک دوستی ما داشتیم، هر حادثه که رخ میداد مثل اینکه این از پیش گفته بود، مثلا میگفتیم که آقا فلان چیز گرون شد، میگفت بسم الله. میگفتیم فلان چیز مثلا دیگه گیر نمیاد، بسم الله. مثل اینکه اون بسم الله یه معنی دیگه پیدا میکنه دیگه، جا به جا. بسم الله اکنون بر نوی سوی عروسی میروی، داماد خوبان میشوی ای خوب شهرآرای ما. آدم خوب شهرآرا بشه، یعنی تو اون شهر، شهر رو آرایش بده. آرایش شهر به خوبانشه، آرایش خونه به مهمانانشه، به خوبی صابخونه است. در درجه اول تابلوی نمیدونم رام بران دونم قالی تبریز و فلان حرفا، اینا خوب البته، ولی اینا هیچ کدومش بنزه یه لبخند خوش
و به یک مهربانی و لذتی که صاحبخونه از آمدن اون مهمون میبره و این لذت رو منتقل میکنه به اون دیگری که من خوشحالم که تو اومدی. چقدر ما رو میگفتن، ما رفته بودیم یه ساعت 12 شب از خواب بیدارشون کرده بودیم در قمشه، میگفتن ما بیخوابی به سرمون زده، چه خوب شد که شما اومدین، ما بیخوابی به سرمون زده بود و اتفاقا الان ناراحت بودیم اینا که شما رسیدین. یعنی اینه که زینت، من یک تابلوی تهیه کرده بودم که زیبایی خانه در پاکیزگی، نمیدونم سعادت خانه در خداپرستی، میخوام یه جمله بعدم بهش اضافه کنم که زینت خانه در میهمانه. یعنی بهترین زینت هر خانه اینه که چند تا مهمون توش رفت آمد میکنن و میان و میرن. حالا آدم اگر زینت شهر باشه، منم که شهره شهرم، به عشق ورزیدن اینو هممون باید بخونیم، همت کنیم بگیم که هر کسی بگه که من هستم، منم که شهره، هم هر کی بشناسه منو میگه که این آقا این خانوم ایشون عاشقه، منم که شهره شهرم، به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سرنجیدن. بنابراین اون چی که در سر ما هست از نظر اندیشه، از نظر اندیشه این است که یک حقیقت در عالم بیشتر نیست. اگر کسی مدعیه که یه حقیقت دیگری هم هست، بیاد معرفی بکنه، ما قبول بکنیم، بیاد معرفی کنه، بگه غیر از وجود یه چیز دیگه هست که غیر از وجوده. اگه پیدا کردین بگردین تمام عالم رو، کفش هفت کفش آهنی هم پاره بکنین، همچین چیزی پیدا نمی‌کنین که چیزی غیر از وجود. فقط عدم، عدم هم که اسمش روشه نیست، عدم خودش اعلام میکنه که نیست، بنابراین فقط اون هست، یگانه است. اون هو اول آخر، ظاهر باطن، هر جا که نگاه کنی هست، اونه که وجوده و پر کرده عالم رو. اون وقت میایم سراغ دل و رفتار و اعمال. سراغ دل که میایم، اون یگانه میشه معشوق. انسان امتیازش اینه که فقط اون یگانه رو تشخیص نمیده، عاشقش میشه. بعضیا هستن که یه چیزی رو تشخیص میدن که این خوبه، ولی مشتری نیستن خودشون. فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی، بخواه که آدم ریز. عقل که از جنس فرشته است، فرشته هم از جنس عقله، اون تشخیص میده که این جنس درجه یکه، ولی میخواد بفروشه اینو، تشخیص میده، میده به اون کنیز فروشه. کنیز فروش قدیم کنیزا رو میآوردن، ولی خود اون آقا اصلا اهل این چیز نبود، شأن اینو نداشت. بنابراین ما انسان یه شأن مخصوص داره و اونه که اون یگانه رو هم میشناسه، تشخیص میده که اون یه دونه است فقط. این بنابراین هر چی بخوان گولش بزنن اینا که این ماه، میگه نه این ماه نیست، که خورشیده، خورشید نیست. نظامی کلی دعوا کرده اونجا که این منبر نه پایه به هم در فکن، این نه تا فلک و اینا رو بزن پایین بنداز و کرسی شش گوشه به هم در شکن، شش جهت و چپ و راست اینا رو هم بشکن، سنگ زحل بر قدح زهره زن، حقه مه بر گل این مهره زن، ماهو بزن به زمین، زمینو بزن به زحل، زحلو بزن به جاسی علی رکفته، اینا رو همه رو معاف کن، ما تو رو ببینیم، بی خودی خود تا پشت اینا قایم نشو، که اینا رو ما قبول نداریم. تا همه اقرار ارچبت که خود چیز کنن، بر عدم خیش اقرار خدایی دهن، بر عدم خیش گواهی دهن، اینا بگن که ما نیستیم، اونه فقط. وقت مردم تعجب کردن که چرا منصور اومده گفته که انا الحق، درست گفته دیگه، یعنی من نیستم دیگه، ما هستی خودمون هی میخوایم اثبات بکنیم، این نفیش بکنیم. بنابراین فرشته یا عقل تشخیص میده، تشخیص میده که این جنس درجه یکه، ولی اینو مشتری نیست. خودم آدم چیز، صاحب جمال دنبال چیز تشخیص دهنده خوبه، البته اون بر دلالی خوبه، عقل دلاله است. کار این زمان ز صنعت دلاله میرود، میده که نو عروس جهان حد حسن یافت. این اشعار حافظ واقعا این چنان وایبریشن داره که آدمو میبره تا ابدیت. میده یعنی شادی و عشق و شور و وجد و مستی به من بده. چرا؟ برای اینکه نو عروس جهان حد حسن یافت، یعنی این عروس عالم، حالا بهار ظاهرا هست ولی بهار رسید به منتهای زیبایی. خب حالا پس چیکار باید بکنیم؟ وقتی آدم یه دختری منتهای زیبایی میبینه، باید زری خانم ببینه، پری خانم ببینه، آقا این دختر کیه فلان، دلالی پیدا بکنه، یکی سری چیز کنن که شما برین تو رو خدا خواستگاری کنید از این دختر. میده که نو عروس جهان حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله میرود، ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود. اینجا فقط دلاله میتونه کار بکنه، دلاله عقل دلاله است.
میره شما رو میبره. عقل میتونه انسان رو هدایت کنه به سوی اون یگانه، ولی خود شما رو میذاره دست اونجا میره. انسانه که میتونه هم بفهمه اون یگانه رو و بشناسه اون یگانه رو عرف الله و هم عاشقش بشه. بنابراین این دو تا صفت که با هم جمع میشه، این دو صفت بهش میگن نفس. نفس قدسی، نفس ناطقه قدسیه ما که گوهر ذات ما هست، این دو تا خصوصیت با هم داره. حالا گاهی تفکیک میکنم، مثلا میگن خداوند عقلم به ما داده، ولی نفس مشتمل بر عقل هست. نفس هم درک میکنه هم میخواد. اون وجه خواستن ما رو بیشتر بهش میگن نفس. هم میگن مثلا میول نفسانی، شهوات نفسانی. نفسانی یعنی اون که میخواد، حالا چیز هرچی که هست، هرچی که هست خوب کاری میکنه که میخواد، برای اینکه همه خواستن بود که ما رو به خدا کشون. اینی میخواد، اونی میخواد، اون میخواد، بعد یواش یواش اینی نمیخواد، اون نمیخواد، اون نمیخواد، اینا میگه این چیه اون چیه، ها همتون میره جلو، میره جلو تا میرسه به اون یگانه. انسان هر دو تا صفت رو داره، از کم شروع میکنه که اون شیر میخواد، اول شیر میخواد، بعد مثلا آغوش مادرش هم میخواد، گریه میکنه منو بغل کنه، گریه میکنه منو ببرین فلان جا، گریه میکنه. زبونی هم غیر از گریه نداره، بچه تازه به دنیا اومده است، بچه یه بچه‌ای میخواستن همه ساکتش بکنن و گریه میکرد و هیچ کس نمیتونست اینا آروم بکنه. بعد گفتن که این چی میخواد اینا، گفت چی میگه که منو ببرین تو اون ایوون، این بعد ببریمش تو اون، گفت برین خدا رو شکر بکنین ببرینش تو اون ایوون. ممکن بود بگه که اون ایوونه بیارم پیش من، بچه که عقلش نمیرسه، بریم خدا رو شکر بکنین که چیز محالی چیز نکرده. یه بچه دیگه گریه میکرد، گفتش که این گفتن ماهو میخواد، ماهو میخواد. یه دایجانی بود، این فهمید اینا، آوردش که بچون بده من ماهو بهش نشون میدم. آوردش دم حوض، ماه افتاده بود اکی حوض، گفت الان میام چیزی میگم. یه کاسه آوردن اینا تو آب گشتن اینا، برای یه ماهی گرفتن، بچم راضی شد دیگه که ماه رو گرفتن، اونی که میخواست گرفت. ما اونایی که میخوایم میگیریم، ولی بازم به قول برناچا میگه دو تا تراژدی بیشتر در عالم نیست. یکی اینکه آدم به اون چیزی که میخواد برسه، یکی اینکه میخواد نرسه. برای اینکه وقتی میرسه باز آخرش هم میفهمه که این اون نیست. همه این اون نیست، این اون نیست، این اون نیست، و این زیاده خواهی، فزون طلبی اگر در مسیر درست قرار بگیره، درست قرار بگیره، نه بیمارگونه بشه. هرس بیمارگونه است. آدمی که هرس میذاره اینه که دیدی تو دیگه مثلا زردالو رو خوردی، حالا اگه 10 تا صندوق زردالو هم به دست بیاری. یک کسی میگفتن فرانکس مثلا 1500 قطعه زمین داره، گفتم واقعا آدم وحشت میکنه که خدا به دادش برسه که این چیکار میخواد بکنه اینا رو. مثلا با هر دائما با فکر بکنه که اون کجا رفته بالا، کجا اومده پایین، بعد کجا جنگلبانی تصرف نکنه، کجا رو شهرداری نمون فلان نکنه. شما یه لحظه فکر بکنه 1000 قطعه 500 زمین اصلا زندگی میتونی بکنی شما؟ بیمار میشه آدم. و آدم وقتی هرس میزنه اینا رو خب فورا تقسیم کن، بده به این، بده به اون، بده به اون، یک چشم بر خودت نگهدار، لذت شو ببر از زندگی. آدم ها هرستون رو ببرین چه جای جدی و حسابی، کما اینکه من مکرر گفتم فضولی رو هم آدم باید ببره، فضولی در کارهای همدیگه نکنه، فضولی رو ببره در یه جای متعالی، در ارکان عالم فضولی بکنه، بگه این چرا اینجوریه، از این پرسم که این چون است آن چون، به خدا ایراد بگیرین، خدا ایراد بگیرین، بگین آقا این اگه این کار کردی پس چرا اون کار کردی. یه داستانی داره برنارد شو، یک نمایشنامه‌ای داره که فوق العاده زیباست. یک مردی دزدی میکنه، یک کار خطایی میکنه و بالاخره گرفتار پلیس میشه. بعد متوجه میشه که آخرش که میگیرنش، یک آدم ظاهرا بدتر از خودش یه مرتبه میاد به نفع این، با اینکه این اذیتش هم کرده بوده و اینا، به نفع این رأی میده و اینو نجاتش میده. و داستان خیلی مفصله، من توصیه میکنم جز نمایشنامه های شکسپیر چیز برنارد شا بخونید. بعد آخرش با خدا گفتگو میکنه که خدای تو میخواستی فقط منو آدم بکنی، وگرنه اگه میخواستی اون کارو بکنی چرا این کارو کردی؟ پس اینجا هیچ منظوری غیر از اینکه میخواستی منو آدم بکنی. من نامردم اگه جواب مرد نشم، نامردم اگه آدم نشم. تو تمام این صحنه ها رو چیدی، اون دل اون مهربون کردی، اونجا یه خورده دیر رسید، اون یه خورده زود رسید، اینا تمام صحنه ها رو طوری تنظیم کردی که من دوزاریم بیفته. و من اینو سپاس میگم که تو منو میخواستی این برای آدم شدن منه، و من نامردم اگه آدم نشم، که تو شرایط آدم شدن منو فراهم کردی. بنابراین آدمی زاد در عالم اندیشه، یکی گفتیم ادراک میکنه اون یک رو، یکی اینکه عاشق اون یکه. در عالم اندیشه هزار جلد کتاب می‌نویسه،
در عالم ادراکم موسیقی و نقاشی و نمیدونم هزار اطوار میرزه، رقص میکنه و وجد میکنه و شادی میکنه از اینکه این من همچه معشوقی دارم. مردم خبر اینو خبر میکنه، اونو خبر میکنه که همه لذت ببرن. این دوتا یکم در رفتار. پس اصل دین معرفت خداست. اول دین معرفتو، دوم عشق به خداست که طبیعیه که هر کس او رو شناخت عاشقش میشه. اگر عاشق نشده معلوم میشه که هر کی را با قد بالای تو انسی نبود، به قول سعدی هر کی را با قد و بالای تو انسی نبود حیوانیست که بالاش به انسان ماند. اگر کسی عاشق اون نشده یه حیوانیست که شبیه آدمی زاده، وگرنه آدمی زاد عاشق اونه. آدمی زاد عاشق خوبیه، عاشق زیباییه، عاشق رحمته، عاشق برکت نعمته. بنابراین در عالم اندیشه و در عالم دل تجلیات ما هزاران جلد کتاب ریاضیه، هزاران جلد کتاب فیزیکه، کتاب نجومه. یه سری عکس برای من فرستاده بودن نگاه کردیم، واقعا دادم شرمنده میشه که ادعایی به خودی بکنه. اول نشون داده بود که این زمین، این زهره است، این مریخ، این مشتری. خب مریخ خب خیلی بزرگتره اینا. بعد همه اینا رو گذاشته بود یه طرف، خورشید رو کشیده بود یه دایره بزرگ. بعد دیدیم زمین اصلا دیده نمیشه، یه نقطه کوچولو شده دیده نمیشه. بعد یه صفحه دیگه یک ستاره دیگری رو آورده بود نشون داده بود، مثلا عبت الجوزا، بت الجوز. دیدیم که خورشید یه چیزیست که اصلا دیده نمیشه، یه نقطه هم نیست در اونجا، در آن فضا که خورشید اندر شمار ذره است. خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشه. ما با اون قسمت همون یه دونه رو تبدیلش میکنیم به صد هزار هزار تجلی و کتاب و فهم و شعور و در عالم فیزیک و نجوم و ریاضیات و شیمی و نمیدونم زیست شناسی و تمام اینها مال شناخته است.